سلام میکنم به مخاطبین محترم و دوستان عزیز و گرامی. در خصوص برنامه ریستارت و آقای سید محمد حسینی مطالبی رو میخواستم خدمت مخاطبین عرض کنم برای روشن شدن شبهات و زوایای پنهانی و روندی که آقای حسینی در پیش گرفته برای تخریب تصوف. اینها رو میخواستم از دیدگاه خودم بیان کنم. در آخرین برنامه که آقای حسینی پخش کردن و منتشر کردن، من از سوالاتی برای من پیش اومد که میخوام از ایشون سوال کنم و منتظر جواب هم میمونم. آقای حسینی، شما در کدوم مکتب تصوف آموزش دیدید؟ در کجا تصوف و عرفان و هر از طریقتهای باطنی گفتن که 7 میلیارد جمعیت گاو هستن و شما میفهمید؟ یعنی بقیه ادیان همه آدم ها و آفریده های خدا حیوان هستن و شما باهوشترین آدم روی زمین هستید. این تکبر و این خودخواهی رو شما از کجا به دست آورید؟ بر چه مبنای خودتون رو در این لول میبینید و دیگران رو حیوان میبینید؟ آیا شما سخنگوی مکتب عرفانی هستید؟ از چه شخصی اجازه دارید؟ من این رو در کلیپ قبلی هم از شما سوال کردم. اون طریقت و اون راهی که شما و خانوادتون در اون بودید، شخص آقای دکتر نورعلی تابنده قطب سلسله به شما میرفته. آیا شما از ایشون سند و مدرکی دارید برای اینکه سخنگوی سلسله باشید و یا اینکه بتونید در امور طریقتی و در تصوف صحبت کنید؟ چرا اون رو منتشر نمی کنید؟ فقط سال هاست که در این خصوص میگید من مجوز دارم، یا می فهمایید که من از یک صوفی که زیر نظر انسان کامل هستش مجوز دارم. خب اون رو منتشر کنید. آیا منظور شما اون صوفی هستش که خودش دکتر تابندن رو مسموم کرد، همکاری کردن با اون 5 نفر، سم رو ریختن در خوراکی آقای تابنده و ایشون رو به قتل رسوندن؟ آیا شما زیر نظر اون صوفی هستید؟ بفهمید زیر نظر چه شخصی فعالیت میکنید؟ یا میفرمایید من با اهل تصوف در ارتباطم؟ اهل تصوف کیه؟ اون افرادی هستن که در امریکا در خودشون و خانوادهشون در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی فعالیت میکنن، با اونها ارتباط دارید؟ با اونها یا شما تجدید عهد کردید؟ این زوایای پنهانی که نامشخصه و نامفهومه، اینو ازتون خواهش میکنم که کاملا مشخص بیان بفرمایید که آیا شما با کدوم یکی از اهل تصوف در ارتباط هستی؟ اون اهل تصوفی که برای همگان، برای همه جامعه ایران مشخصه، آقای تابنده هستن، آقای دکتر نورعلی تابنده هستن و اون منشی و اون راهی که در پیش گرفته بودن و اون چیزی که آموزش دادن و در سخنرانیاشون هستش، نسبت به تمام خلق خدا دستور اکید دادن که نسبت به تمام خلق خدا محبت داشته باشید و رأفت داشته باشید. کدوم مکتب تصوف اینقدر تکبر و خودخواهی رو مجوز این چنان تکبر و خودخواهی رو داده؟ این چیزی که در تصوف در طریقت نعمت اللهی بیان شده و قانونش هسته، کتاب 5 ساله است. در کجا این 5 ساله اومدن گفتن که نسبت به خلق خدا باید اینقدر متکبر باشی و اونها رو به اونها بی احترامی کنی؟ سخنرانی خود آقای تابنده موجود است. ایشون فرمودن همه در مسیر رسیدن به مقصد الهی هستند. بنسبت به تمام خلق خدا در هر منش و هر مسلکی که هستن، ایشون دستور دادن که پیروانشون که محبت کنن، نه اینکه بیان اونا فحاشی کنن، نه اینکه بگن که 7 میلیارد گاو هستن و آقای سید محمد حسینی هستن. شما با اون تبحری که در بازیگری دارید مردم رو گمراه میکنید. میفرمایید که از شمس تبریزی و مولوی صحبت میکنید، بعد متصلش میکنید به خودتون. در تشییع جنازه مولوی تمام ادیان حضور داشتن، یهودی بوده، مسیحی بوده، مسلمان بوده، در تمام افکار مختلف مذهبی در اونجا حضور داشتن و همه سوگواری کردن برای مولوی. مولوی اومده گفته خلق خدا گاو هستن. اون محبتی که مولوی نسبت به اونها کرده، اونها اومدن در تشییع جنازه و سوگواری کردن برای مولوی. در این کتاب 5 ساله نوشته به تمام خلق خدا باید رأفت داشته باشی، محبت کنی، اونها رو باید آفریده دست خدا بدونی و به اونها احترام بذاری. این کتاب 5 ساله، این تصوفه. اگه
کجای یک کلمه شما در از این کتاب بیایید صحبت کنید که گفته باشن که خلق خدا گاو هستن، یا یک روشی رو آموزش داده باشن که خلق خدا رو با دیده حقارت نگاه کنن؟ شما زیر نظر کدوم صوفی هستید؟ عرض کردم اون صوفی که خودش سم داد تا قطب زمان رو به شهادت برسونه، یا اون صوفی که امضا کرد که محمد ثلاث رو به دار بکشن، تقاضای اشد مجازات برای زندانیا کرد؟ زیر نظر کدوم صوفی هست؟ اینو توضیح بفرمایید. یا مجددا عرض میکنم اون صوفی که در امریکا در دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی کار میکنه و یه پاش تهرانه یه پاش توی ایالات متحده امریکاست، راجع این مسئله توضیح بدید. شما تاریخ تغییر حکومت رو اعلام کردید بارها در کلیه برنامه هاتون، اون اتفاق نیفتاد و با یک مسائل خیلی واقعا یک مسائل خیلی مسخره اومدید و ادعای خودتون رو توجیه کردید. راجع به اینا توضیح بدید، بیاید راجع به اینا توضیح بدید. و من همینجا از شما میخوام که راجع به تمام برنامه هاتون شما رو دعوت به مناظره میکنم، تشریف بیارید در یک فضای سایبری، بنده در خدمت شما هستم و هر گونه و مشکلی و موردی در مورد گلستان هفتم بوده و پیش اومده من در خدمتتون هستم، توضیح میدم خدمتتون. بنده و بسیاری از درویش در اونجا حضور داشتن، افرادی بودن اونجا اومدن زندگیشون رو و سلامتیشون رو به خاطر اعتقادشون از دست دادن و شما میفهمید اونها مزدور بودن. بفهمید اون اسنادی که شما میگید که بنده در اختیارم هست و اینها مزدور بودن، اینها رو منتشر بفرمایید بی زحمت. و در مورد بحث تجدید بیعت که برنامه مختص چندین برنامه در این مورد شما صحبت کردید، خودتون میایید در این برنامه هاتون میگید که راه تصوف و عرفان و صوفیسم تحقیقیه، یعنی هر کسی باید تحقیق کنه به اون نتیجه برسه و تقلیدی نیست. شما که اولا تقلید کردی، عرض کردم از مأمور جمهوری اسلامی در دفتر حافظ منافع در امریکا تقلید کردی، ادعای تقلید نکردن، حالا برای هر دلیلی که دارن، شما اونا رو مورد تمسخر قرار میدید، اونها رو به دروغگو معرفی میکنید، اونها رو مزدور معرفی میکنید. از یک طرف میگید صوفیسم یعنی که تحقیقی باشه، یعنی هر کسی رو به سادگی چشم و گوش بسته به عنوان رهبر و مرشد قبول نکنن. این حرفا تضاد داره با هم. آقای حسینی، این دامی که از قرآن پهن کردی برای گمراه کردن مردم، این راه صلاحی نیست. راجع به طبقات در تصوف صحبت میکنید، طبقات در سلوک صحبت میکنید، مثلا میگید 12 تا طبقه داره، مثلا این طبقه این موضوع راجع به طبقه 8.5، اون یکی راجع به 9.5. شما طبقاتو دیدید خودتون؟ در کدوم طبقه شما حضور دارید؟ این طبقاتی که شما دم ازش میزنید و خیلی جوری صحبت میکنید در موردش که انگار رفتید اون طبقات رو شما دیدید، برگشتید اومدید دارید برای مردم تعریف میکنید. آقای حسینی، شما سابقه تون توی تصوف خیلی بیشتر از منه و میدونید که تصوف شهودی هست نه استدلالی. شما استدلال دارید میکنید، توهمات خودتون رو دارید به عنوان یک حقیقتی به مردم معرفی میکنید. عرض کردم اگر این طبقات رو شما رفتید دیدید برای مردم شرح میدید و اجازهش هم دارید، بفرمایید که اون اجازه رو اولا نشون بدید و راجع به طبقات رو بفرمایید که در طبقه چندم خودتون حضور دارید. و در مورد دیگه‌ای که می‌خواستم عرض کنم خدمتتون، آقای حسینی، تصوف و عرفان و صوفیسم میگه، سعدی میفرماید به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. صوفی و صوفیسم هیچ وقت نمیگه که 7 میلیارد گاو هستن. صوفی و صوفیسم میگه انقدر خودت رو تسکیه کن که برو به بدترین خلق خدا هم خدمت کن. در داستان موسی که به موسی میگن که پست‌تر از خودت رو بردار بیار در اون مرتبه، در اون جایگاه، در تور سینا بیار، چه کسی رو برد؟ آیا هفت گفتش که 7 میلیارد گاو هستن فقط من باشورم، من دارم یا بهتر از همشون من هستم؟ پست‌تر از خودش رو ندید، خودش رو برداشت برد. این بازیایی که در میارید و اول به مردم فوش میدید، به خلق خدا توهین میکنید به اسم تصوف،
بعدش خودتون از همه بالاتر میدونید و میبینید و اعلام میکنید، در تصوفی جایگاه ندارید. پس این جایگاه شیطانیه که شما دارید. صوفی مثل سعدی میگه من عاشقم بر همه خلق خدا، چون در انقدر تزکیه کرده، دلش رحمانیت داره. در تصوف، در بیعت، در تصوف شما که بهتر از من میدید. دستور مگه نمیدن به خدمت به خلق خدا؟ دستور دادن شما مسخره کنید خلق خدا رو. عرض کردم شما زیر نظر صوفی تعلیم ندیدید و ارادتی هم ندارید. شما فقط سعی دارید در کتمان کردن شهادت دکتر نورعلی تابنده میکنید. چراش رو شما فکر میکنم خودتون بهتر از من میدونید. میفرمایید که صوفی باید بمیره. کی گفته اینو؟ کجا گفتن که صوفی باید بمیره؟ اون صوفی میگه باید دفاع کنید از من. مثنوی میگه باید دفاع کنید از جسم اولیا. این دروغ هایی که به اسم تصوف به خورد مردم میدید و گمراه میکنید، این شیطانیه. تصوف هیچ وقت به مردم توهین نمیکنه، بی احترامی نمیکنه، بلکه به همه خدمت میکنه، محبت میکنه. اگه توانشو دارید خدمت کنید، محبت کنید. اگر ندارید توهین نکنید به مردم. در مورد مرگ صحبت میکنید شما. خیلی زیبا از آثار عرفا استفاده میکنید و اون رو به نام خودتون به ثبت میرسونید. راجع به مرگ توضیح میدید. آیا شما این مرگ براتون اتفاق افتاده که اینقدر مردم رو تحقیر میکنید با این صحبت ها؟ آیا شما مردید و زنده شدید؟ آیا شما از تمام امور نفسانی آسوده شدید که اینقدر دارید خیلی از یک موضعی صحبت میکنه که اینگاه تمام این مراحل برای شما اتفاق افتاده؟ اگر اتفاق افتاده، شما چطور در مورد همدردی با انسانها، به جای همدردی با انسانها مردم رو مسخره میکنید و تحقیر میکنید؟ اگر طبق این دستور عملی که در تصوف هستش، کتاب پند رساله پند ساله که همه رو صنع خدا و آفریده خدا میدونه، چطور شما آفریده خدا رو تحقیر میکنید؟ در کدوم مکتب عرفانی این رو صحبت کردن، این رو به شما آموزش دادن؟ خواهش میکنم در این مورد هم توضیح بفرمایید. جای دیگه میفرمایید که درویشی رو ببخشید به کسافت نکشید. فکر میکنم شما دارید این کار رو انجام میدید. کدوم درویشی؟ شما میگید درویش بلد نیست کامپیوتر رو روشن کنه. این یک حرفای مضحک و مسخره ای رو میگید. درویشی که آیت تابنده به پیروان خودشون تأکید کردن، حضور در جامعه است، مسلط شدن به علم روزه. ایشون خودشون به عنوان درویش، عکس های ایشون هست که در پشت کامپیوتر نشستن، دارن کامپیوتر پشت کامپیوتر نشستن و دارن کامپیوتر رو نگاه میکنن و نحوه استفاده کردن از کامپیوتر هم کاملا بلد بودن و اخبار روزم دنبال میکردن. خود ایشون مگه فعال نبودن؟ مگه فعال سیاسی نبودن؟ درویش هم بودن. پدرشون هم از اقطاب بود، اجدادشون هم از اقطاب بود. ایشون مگه در کشور فرانسه تحصیلات عالیه نداشتن؟ چطور شما درویشی رو میخواید مثل آقای حسین علی کاشانی به مردم معرفی کنید؟ اون درویشی که آقای دکتر تابنده به عنوان قطب معرفی کرده، حضور فعال در جامعه است. نه اون با اون درویشی که شما پیروش هستید، آقای حسین علی کاشانی معرفی کرده که برید یه گوشه بشینید و با حکومت هم کاری نداشته باشید و به عنوان که در سیاست دخالت نمی کنید. این البته دستاویزیه که در سیاست دخالت نمی کنن. این دستاویزی که حسین علی کاشانی یاد شما و امثال شما داد. این درویشی متفاوته با درویشی حقیقی. شما دارید میگید درویش اصلا کاری با این حرفا چیه؟ کاری با چیز نداره. درویش داره زندگیشو میکنه. درویش جزی از این اجتماع هستش و به فرموده آقای دکتر تابنده باید حضور فعال و مثبت تو جامعه داشته باشه. شما دارید خرافه پروری میکنید. اسم از فیزیک کوانتوم میارید، در قالب فیزیک کوانتوم شروع میکنید خرافه پروری. میگید که این انسان کامل رحلت کرد، فوت شد، دنیا استوب شد، بعد یه دفعه این چیزای شما از کجا در آوردی؟ بفرمایید، رفرنس بدید. اگه شما خودتون دیدید بیاید بگید من دیدم. اگر از کتاب از بزرگان و از صوفیه استناد میکنید، بفرمایید از کدوم کتاب صوفی استناد کردید. و بسیار از این موارد که شما متاسفانه در قالب اون
بازیگری و توان بازیگری که دارید، دارید جامعه رو گمراه میکنید و تصوف رو به انحراف میکشید. اون از شعر شاه نعمت الله که به دروغ اومدید تفسیر کردید و ادعایی که دارید و همینجوری مکررن دارید در قالب فیزیک کوانتوم تولید خرافه میکنید. من اینجا مجددا از شما میخوام که در یک برنامه آنلاین با هم یک مناظره داشته باشیم و به این موضوعاتی که عرض کردم و در راجع به تک تک برنامه هایی که شما منتشر کردید صحبت کنیم که ببینیم واقعیت موضوع اون عرفان و تصوفی که آقای دکتر تابنده معرفی کرده یا اون عرفان و تصوفی که شما زیر نظر اون صوفیه که اسمش هم نمیارید، زیر نظر اون صوفی که به خیال شما البته زیر نظر انسان کامل بوده و در حقیقت نبوده، زیر نظر انسان کامل در حقیقت دشمن انسان کامل بوده، شما زیر نظر اون تربیت شدید. با هم بشینیم خیلی دوستانه صحبت‌های آقای تابنده رو بذاریم و صحبت‌های شما رو بذاریم، ببینیم که ایشون که صاحب مکتب بودن و قطب سلسله گنابادی بودن نظرشون چیه و نظر شما چیه. این یک موضوع. موضوع دیگه که خواستم خدمت دوستان عرض کنم در مورد آقای صلاحی بود. آقای صلاحی از نظر بنده یک بیماری هستش که خب بیماری خیلی حادی هم داره و متاسفانه همونطور که قبلا هم عرض کردم دستاویز نهادهای امنیتی شده و دارن در حقیقت به عرفان و تصوف حمله میکنن. من از آقای صلاحی نمیخوام که آهن رو تبدیل به طلا کنه و نه این که مرده ای رو زنده کنه و نه یک کارهایی که به هر حال در تصوف به هر حال هستش و در کتب نوشته شده. من از ایشون میخوام که اگر میتونن خوراک خودشون رو کم کنن، یعنی غذای خودشون رو کم کنن تا یه مقدار لاغر شن و اینی که واقعیت اینه که ببینیم واقعا در توان ایشون هست که بتونن از خودشون رو از لذت غذا خوردن جلوگیری کنن و اگر ایشون هم مایل باشن بنده در خدمت ایشون هستم، میتونم ایشون رو دعوت به مناظره میکنم و در یک فضای خیلی دوستانه راجع به موضوعات و ادعایی که دارن نسبت به مقام قطبیت با ایشون مناظره میکنم.